تابیتا کیوکو زن چهل ساله کنیایی که مبتلا به ویروس اچ آی برای دریافت داروهای خود به درمانگاه می رود. بنیاد غیر دولتی پزشکان بدون مرز داروی تابیتا و هزاران مبتلا به ایدز در آفریقا را مجانی تأمین می کند. البته فعلا چرا که اوضاع بعد اقتصادی در نیم کره شمالی ممکن است در آینده نزدیک به این سازمان اجازه ای توزیع رایگان دارو در نیم کره جنوبی را ندهد تابی تا میگوید اگر این سازمان ها نتوانند داروهای من را تأمین کنند من و همه افراد دیگر مبتلا به ایدز محکوم به مرگ خواهیم شد دولت های اروپایی و آمریکا از مهمترین تأمین کنندگان مالی سازمان های خیریه فعال در آفریقا هستند اما در حال حاضر به دنبال هر روزنه ای برای صرف جویند یکی از مسئولان سازمان پزشکان بدون مرز میگوید پیدا کردن دارو همیشه یک مسئله مهم بوده است قطع دارو ممکن است اثری فوری نداشته باشد اما به آهستگی اثر منفی خود را نشان میدهد این مسئله مهم برای مبتلایان به بیماری ایدز است شماری از نمایندگان مجلس آمریکا به دنبال تصویب قانونی هستند که بر اساس آن مشارکت مالی این کشور در مبارزه با بیماری‌های مانند اید در جهان کاهش پیدا می‌کند.